فرمون، شیری تازه. خیلی ممنون. اینجا هم مواظبی خودتان باشین. شما دیگه شیر نمیخواین؟ نه، ممنونم. من مطمئنم که اون بزنش اختلاف داره. فقط اونایی که یه مذهبی خانوادگی دارن اینجوری گرفتن. یکی دو بار که تنها بوده دیدمش، راست راستی یه جور دیگه است. خب منم وقتی تنها یه جور دیگه ام. ولی جناب سروان وقتی تنهاست با تو خیلی فرق داره. اگه اینجوری که تو میگی چرا طلاقش نمیده؟ طلاق واسه یه همچین موقعی گذاشتن. منم به خودم همینو میگم. ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که نمیتونه طلاقش بده. یعنی میخواد بده و نمیتونه. اونم جناب سروان یاوری. وقتی میگم تو باید بشینی قصه بنویسی بیخود نمیگم. میدونی یه فرض دیگه هم هست. ممکنه اون بخواد زنشو طلاق بده ولی روش نشه بگه. میدونی چرا؟ چرا؟ چون میبینه زنشو دوست داره، یا مثلا ممکنه زنش دختره کسی باشه که سروان باش رو دروسی داره، در نتیجه نمیخواد صحبت طلاق دخترشو باش مطرح کنه. به هر حال من تو کوکش بودم، حتما باید مسئله همچین چیزایی بشه. ببینم تو اصلا مطمئنی که اون زن داره؟ البته که داره، باید داشته باشه. چرا؟ اگه زن نداره پس واسه چی ناراحته؟ واسه اینکه به جای یه تکاور یه آدم خیال باف زیر دست شه. پاشو وضعیت قرمز نشه. خوش بدید. بریم. هی بیا. بالاخره داریم برمیگردیم. سوار شده بیریم پایگاه. خدا کنه وضعیت دوباره قرمز نشه. دنبالش تمام. مصطفی پایین، اون پایین. دارم به طرفمون تیراندازی میکنن. ضد انقلابان؟ دموکراتان. شایدم کمله. بریم سراغشون؟ حیف که حالا وقت نداریم. خوب چشماتونو باز کنیم. ما بناس دنبال یه خلبان عراقی بگردیم که بچه ها هواپیماشو زدن. خلبان عراقی کجا؟ رو کاریمانگا. کشن هست؟ بله بله. تو هم شنیدی؟ یعنی میخواین بگین بر نمیگردیم پایگاه؟
عملیات، صدای منو میشنوی؟ عملیات. صدا تو میشنوم، بپوشم. ما الان روی کانیمانگا هستیم. شنیدم استیپ رنجوانم. حالا موقعیتتون رو دقیقاً گزارش بده. بپوشم. ما یکی از سوژه ها رو شناسایی کردیم. موقعیت 7-3-0-1-4. نوع سوژه هم YG-23. آسیب دیدگی 100%. تمام. از سوژه اصلی چه خبر؟ نباید زیاد دور شده باشه. میریم دنبالش. تمام. موفق باشم. چتر نجات؟ اونجا رو نگاه، چتر نجات. شنیدم اسمی پنجام اونو پیدا کردیم، برگرد اینجا. آنجاست، من میدیم. من نمیدونم چی کار بکنم. آره با من نگفتم کسی تیر اندازی نکنم. باید باید سر بده من. خودم میزنم. گفتم بدش به من. جا میری؟ دارن تیر اندازی میکنن، میتونن ما رو از بین ببرن. لا پایین گیر میافتن، برگرد. باید کابرا بره جلو. CB-21، صدا رو میشنوی؟ صدا تو شنیدم ST-57، من میرم سراغش.
عملیات، عملیات، صدای منو میشنوی؟ صداتو شنیدم استیپن جوهر، بگوشم. ما سوژه رو پیدا کردم، ولی یه گروه ضد انقلاب مزاحم کار شدن. احتیاج به کمک داری؟ فکر نمی کنم، اگر لازم شد بهتون خبر میدم. برو به اون سمت، باید افراد رو نجات بدیم. آبکشمون میکنم. نمیتونم. هر کرد کجا داری میریم ها؟ مسلسل دارم. خب دستم. نمیرن توی شکاف. چرا پناه نمیگیرن اونا؟ میشنوم CB21. یحیی زخمی شده، تنهایی نمیتونم ادامه بدم. اگه بتونم میرم پایگاه. زخمی شده؟ یحیی زخمی شده. بهش بگو اگه یه خود دیگه ماترشون کنه کار تموم میشه. خدایا اگه بخوام همینطور ادامه بدم، میترسم هلیکوپترم نابود بشه. بدمش. بر شیطون لعنت. ببین چی میگم. حالا یه راکت بزن وسطشون. میشنوی؟ تنهایی نمیتونم. تو کجا داری میری؟ با یه راکت کارشون تمومه. اوضاع بدتر شد مصطفی. حاضری بریم؟ آره بریم. چیکار بریم؟ نذارید فرار کنن. باید زنده بگیریمش. بیاین. بیاین. فکر میکنید بتونیم بچه ها رو بیاریم بالا؟ معلومه که نمیتونیم. اونا دارن نزدیک میشن. یه تیر بزنن به ملخمون مثل سنگ سقوط میکنیم. پس من میرم پایین. دیوونه شدی؟ اونا همه تونو میکشن. میگی اینجا بشینم بذارم افرادم کشته بشن؟ وقتی من رفتم پایین سعی کن اونا رو معطل کنی. هر کاری میتونی بکن تا با بچه ها از اونا دور بشیم. منم با شما میام جناب سربان. نه لازم نیست، همون کاری رو که گفتم بکن. بله قربان. برو پایین تا دیر نشده. خیلی خوب. چطوری میخواییم برگردیم؟ فردا همین موقع. فردا همین موقع خودمونو میرسونیم به محل سقوط میگ. البته اگه زنده بودیم. بگو اونجا بیان دنبالمون. موسیقی
چه معرکه‌ای را انداختن؟ انگار اومدن دنبال باباشون. سبی، ببرش، من هوا تو دارم. خیلی خب. بلند شو ببینم. بلند شو. برو دیگه، منتظر چی هستی؟ برو! ساعدوني! الحقوني ساعدوني! كم بلا! نه، ولش کن. ولش کن، زنده لازمش داریم. فراهانی، آمری، بیاین! آثار! فراهانی، آمری! سروان اومده پایین. لابد میخواد از شر زنش خلاص بشه. باش مزدگی رو بسه برای بعد. بیا را بیافت، را بیافت. مواظب باشید. می پشت اون درخت ها آمری اون چیه؟ می شناسیمش؟ زبی؟ به مریم بگو حق با اون بود تقصیر من مصطفی 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 برن شو برن شو بیا یالا مکران میرسه واقعیت محل 7-1-2-3-3 همین الان به طرف درخت‌ها رفتن هر کاری میتونید بکنید خلبان عراقی هم همراه شده ما مجبور شدیم برگردیم تمام شنیدم کبرا برگشت پایگاه ما هم سعی خودمونو میکنیم اگه بتونیم افرادو با خودمون میاریم تمام موفق باشیم بلند شو فراهانی فراهانی میشه تو وقتی تو این وضع هستیم فکر آمری را سرت بیرون کنی؟
خیلی سعی میکنم ولی نمیتونم. منم برای آمری ناراحتم، برای اون تکاور و خلبان کبرام ناراحتم، خیلی بیشتر از تو. ولی هر کاری یه جای خاصی داره. حالا که وقت عزاداری نیست، اگه ما هم یه دقیقه غفلت کنیم دیگه کسی نمیمونه که دقاس خون اونا رو پس بگیره. درسته قربان. خیلی خوب. عربی بلدی؟ یکم. میتونی ازش بپرسی چه مرگشه؟ چه شده؟ آخرش نی. به نظر من که هیچ مرگش نیست، فقط میخواد انقدر ما رو اینجا معطل کنه تا اونا سر برسن. دخیلک من شو. دخیلک لا تضرب. یلا را بیفت. دخیلک برو. الان وقتش نیست، هر وقت من گفتم. ولی اون یک کبرا بود، گذاشته بودی کارشو ساخته بودم مثل اون یکی. اون وقت تکاورا پایین میریختن و اینجا جهنم میشد، خلبانم از دستمو میرفت. میفهمی که ما خلبانه رو میخواییم. خلبان اصل کاره. خوب شد گفتی و اینه معلوم نبود چی میشد. پس هر وقت من گفتم اسد. هر وقت تو گفتی. تا کی باید اینجا بمانیم کاکوشنگ؟ آفتاب دارد میشینه. تا وقتی هلیکوپترها اینجا کار زیادی نمیشه. اونا عمدن بالای سر من دور میزنن، میخوان ما همینجا به زمین بچسبیم تا رفیقاشان فرار کنن. حالا کی از دست ما فرار کرده کاک بهرام؟ کی تونسته فرار کنه؟ اونا جایی ندارن برن، هر جا برن میگیریم دست بسته میبریمشون کم. البته اگه عمرشون به دنیا باشه. اون تا چند نفره بردار از اون طرف برو جلوشون. آقازاده شما با من بیان خط میگیری بشن. اسد با خود من میاد. کاش بهرام خیلی احتیاط کن کار خراب نشه، با هم پشت سرت میای. چالش خیلی باد داره، اگه از دست نردش خوبه. میتونی خودتو برسونی به حاشیه درخت؟ بله قربان. پس باید سریع بری، سعی کن توجه هلیکوپترها رو به خودت جلب کنی. فکر میکنید فایده ای داشته باشه؟ به هر حال سعی خودتو بکن. یعنی شما رو با این تنها بذارم؟ چیه؟ میترسی منو بخوره؟ نه منظورم یالا دیگه وقت رو تلف نکن. یواش. آوا چی بود؟ هیچ نبود. دیوانه این آفم، عوضی خبر دادم میذاری به جیب؟ نمیدانی این علامت ها؟ کریم! بله کاک بهرام. تا گوشنگ را خبر کن خودشان را برسانم. کم بکن! یه کمی دیر رسیدم قربان، منو ندیدن. فکر میکردم بهشون نرسی. حالا ضد انقلابان تونتر میان. ما باید چیکار کنیم؟ ما هم باید تونتر بریم. برو. تو که نمیترسی؟ من از تنها چیزی که میترسم اینه که از پشت تیر بخورم. آدم اگه بنا باشه تیر بخوره که پشت چلو نداره. تو سرکرده اونا رو تونستی ببینی؟ نه نتونستم. میشناسینش؟ قیافش خیلی برام آشناست، ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد کجا دیدمش. بیا جلو. یلا یلا زودتر.
شما بری. هذا مالي شكرا. جام سروان نگاه کنین برای اون علامت گذاشت. مالی 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 هذا مالی بگردش ببین چیز دیگه هم باشه. مثل اینکه هر چی داشته توی راه گذاشته و اومده. میتونیم اونجا مخفی بشیم. اینا بذار یه جا همین نزدیکی ها. میخوام کاملا تو دید باشه. بیا بیا تا اینجا یه انقلاب که بد نگذشته. خوب جلوی چشم هست؟ جاش عالیه. آب میخورین؟ تشنم نیست. اتشان آرام کی میره اینم دارو اصلا نمیفهمی چرا از طرف اون علامت گذاشتین. تو که فهمیدی؟ با این کار آخرتون کاملا متوجه شدم. میخواین دنبال علامت رو بگیرن و برن بعد ما راحت برگردیم. میخوام دنبال علامت بگیرن و برن، درسته، ولی این که برگردیم اینش زیاد درست نیست. یعنی نمیخوایم برگردیم؟
یه چیزایی هست که نمیذاره به این سادگی برگردیم. اول شما بخورید. تعارفو بذار برای وقتی که وضعمون بهتر از حالا باشه. چه چیزایی نمیذاره برگردیم؟ یکیش خون آمری و اون تکاور بیچار است که حتی نتونستم اسمشو بفهمم. دلم نمیخواد وقتی چشمم به زن و بچه اونو میفته به خودم لعنت بفرستم که چرا دست خالی برگشتم. داشت یادم میرفت که مصطفی رو اونا کشتن. من اما شما موافقم. وقتی خواستن از اون پایین رد بشن همشونو میبندیم به رگبار. چطوره؟ قبل از اون باید یه چیزی رو بفهمم. باید یادم بیاد سر دسته اونا رو کجا دیدم. خب شاید تو ارتش بوده قبلا. شاید تو ارتش دیدینش. شاید. ولی کجای ارتش؟ تو قسمت اداری مثلا. فکر نمی کنم. توی گردان. خیلی بعیده. کجا دیدمش؟ اگه زنده موندیم به اندازه کافی وقت داریم با اون فکر کنیم. وقتی توی دوربین دیدمش احساس کردم باید دنبالش بیام. همینجا باید بفهمم اون کیه و الا بعدن هیچ وقت نمیفهمم. یه چیزی به هم میگه فکر کن. فکر کن و نظر از دستت در بره. پس این دفعه ما باید دنبال اون را بیفتیم. جالبه. خودم میرم. تو باید اون خلبانو ببری به پایگاه. پس چرا نمیخوری؟ Thank you.
کیه؟ چیزی نیست، برگرد. ترسانده ایم. فک هوشنگ! چیزی پیدا نکردم. آنجا نبودم. از حد تا اون جلو آره. خبری نبود. خیلی خواه، بریم. بیا، بیره بگیر، من بیرم دنبالشون. بذاری من برم جناب سرباز. نه. چی شد اسد خان؟ باری شدی؟ دیگه چشم از زور خستگی جهر نمیبینه بابا. کمرانه امدیم. نشونه ای چیزی پیدا نکردی؟ دیگه نه. نمیخوام از همین طرف رفته باشن، الان رسیدن به عراقی‌ها. اگه گیر اونا نیفتن برمیگردن تو بغل خودمون. بر رودخانه گذاشته باشن چی؟ اون وقت صبح تو کمپ خودمون میریم ملاقاتشون. هنوز نمیدونی جلوی افراد عادی نباید سوال از خستگی بکنی بچه؟ این شب هم نخوابیدم و اینه هیچ خسته نمیشدم. استراحت میکنیم همینجا تا صبح. استراحت میکنیم به بیسیم چی بگو؟ یه بیسیم بزنه به کمپ بگه شاید تکاوره اون طرف رو پیداشون بشه. شاید اونا مثل اسد خسته شدن و یه گوشه یه کفاشون گذاشتن. یه چایی ترتمیز میدیم ما بخوریم؟ افراد خوب را بیرن. معلوم محصور البول البول. چی خوردی مگه؟ برام پشت. شکران شکران. ده کی اینو باز کرده؟ تو؟ انت؟ ناکس ازا فرار القتل الموت فهمیدی؟ معطلش نکنی یا زود برگرد زود. شکران شکران. خواب بد دیدین؟ بدش من تاری شده؟ باید با خودم ببرمش. اون خیلی چیزا میدونه. ببین کجا پیداش کردم خدا. کی فکر میکرد تو این کوه کمر بالاخره یه سر نخ پیدا کنم؟ اونم بعد از 2 سال. کیو میگین؟ اون میدونه برادرم کجاست. باید ببرمش به هر قیمتی که شده. باید همون موقعی که تو دوربین دیدمش میشناختمش. ولی مهم نیست، مهم اینه که بالاخره پیداش کردم. جناب سرون من اصلا از حرفاتون سردرد میارم.
نمیتونی سر در بیاری چون برات پیش نیومده. پیش نیومده کسی که برات هم برادر بوده، هم پدر، هم معلم بوده، هم رفیق، کسی که تو رو بزرگت کرده، تو رو به همه جا رسونده، کسی که تو زندگیت به هر چیزی که نگاه کنی جای پای اونو ببینی، یهو گم بشه، مثل آب توی زمین فرو بره. دو سال دنبالش نگشتی، به هر خراب شده ای سر نزدی، هر شب خوابشو ندیدی، مادر تو رو به چشم مقصر گم شدن اون نگاه نکرده. تو نبایدم بفهمی. حالا اون که اون پایینه، که حتی از یادت هم رفته بود، همه چیزو میدونه. اون باید به من بگه چرا با برادرم یه دفعه غیبشون زد. ممکنه من خیلی چیزا رو نفهمم، ولی اینو میفهمم که ما دو نفریم و اونا 15 نفر. این خلبان و موزیم رو دستمون کرکلکی بتونه میزنه تا از دستمون فرار کنه. با این وضع ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه سعی کنیم برگردیم. کی گفته تو بیای؟ من خودم باید اونو بگیرم. تنها؟ تنها؟ ولی شما قبل از اینکه بتونین چیزی بفهمین کشته میشین. بدنتون سوراخ سوراخ میکنن، فرصت هیچ کاری بهتون نمیدن. همونطور که به مصطفی ندادن، به اون تکاور بیچاره ندادن، همونطور که خلبان کبرا رو روی هوا زدن. ممکنه، ولی ترجیح میدم بمیرم و دیگه تو سیاهی این راز دست و پا نزنم. ولی من نمیتونم بذارم شما تنها برید اونجا و کشته بشین. به تو مربوط نیست، به هیچ کس مربوط نیست. این مسئله که منه و اون. ولی جان سروان، تو همین الان برگرد، اون خلبان وردار برو به جایی که میگی سقوط کرده. هلیکوپترات اسمی اند دنبالت. جلوش در آمدم. عینی بوزی را میده خواست بگریزه، ولی من دست انداختم گلی گردنش، عینی جوجه گرفتمش. حواست هست؟ گفتم کجا؟ خنجر تا ته تپندم تو دلش. گفت شششه ای جوری جوری گردند. من خنده هم آمد. ششش ای جوری افتاد روی هم، راهش کردم، عینی سنگ افتاد زمین. گمان بردم مرده، اما دیدم هنوز تکان میخوره. شارگشم زدم، گفتم این دفعه زنده به معنی کاری ندارم، میتونی بری جهادی ساز زندگی تو بکنی. به آخر نکشتیش. نه پیای حرام کاج خوابه. آنجاست، برخیزید. پخش بشید، پخش بشید. آنجاست. بخواه، بخواه. شما دو نفر برید دنبال دنباله. Thank you.
هیچ کس اینجا نی؟ مکوشنگ، من یکی را دیدم از رودخانه گذشت. پس هنوز یکیشون این طرف. فراهانی! شمای جناب سربان، چه آتش بازیه براتون رو انداختن. به موقع برگشتین. خلبان آزاد کردی رفت؟ فکر رو نباشین جناب سربان، محکم بستمش. همچی که نمیتونی یه مورچه از خودش دور کنه. بس اومدی اونجا که با تیراندازیت کار منو خراب کنی؟ اون متوجه شما شده بود، من نمیزدمش، اون شما رو میزد. میزد که میزد، تو باید با اون خلبان میرفتی. ما که من به تو دستور نداده بودم. پس کی باید اونو ببره پایگاه؟ کی؟ ببینید، من اومدم به شما بگم بهتر اونا رو دنبال خودمون بکشونیم. مگه نگفتین تا عصر قرار هلیکوپتر را بیان دنبالمون؟ حتما یه تعداد از بچه ها میان، اونجا میتونیم حسابشون رو برسیم. خیلی خوب، حرفت رو زدی. حالا برگرد اون خلبان رو با خودت ببر از اینجا. البته اگه دیگه خلبانی تو کار باشه. ولی طرف شدن با اونا کار یه نفر نیست. هست یا نیست به من مربوطه. دلم نمیخواد کسی به خاطر من طوریش بشه. دلم هم نمیخواد فردا کسی چیزی بگه. چرا کسی چیزی بگه؟ مثلا کی میخواد بگه چرا ما با کسانی جنگیدیم که بهمون حمله کردن؟ میخواستن ما را بکشن تا خلبانو ببرن تحویل بدن و دستخوش بگیرن. ما اونا را نکشیم، اونا ما را میکشن، مثل مصطفی. پس کی میخواد چیزی بگه؟ با من بحث نکن، برو. باشه جناب سربان، من خیال کردم وظیفه دارم کاری که میتونم بکنم، ولی حالا که شما دستور میدین میرم. تا بنداز زمین، تا تفنگ تا بنداز زمین، ننستک تا نکشتمت. بنداز حالا همی جور بیا آقاب. دباش دباش تکم بخورده. برگرد، اگر تکان بی جا بخوری بابا تو میارم جلوی چشات. های رفیق، من یکی شانه گرفتم. او یکی بگو اگر تیر به نازه رفیقش را سولخ سولخ میکنم. بهش بگو تفنگش را به نازه زمین ها و از او پشت بیاد بیرون، تکان نخور نپیاو. رفیقم رفیقت را گرفته، تکان بخوری میکشم. او پشت بیا بیرون، دستاتم بذار روی سره. چرا خفه خان گرفتی؟ میام بیای بیرون؟ من این را میکشم اگر نیای بیرون. ها اگر نیای بیرون میام سرتم میبرم. ها کی تیر انداخت؟ ما گمانم که مرده. شایدم تو مانش خراب کرده. مثل اینکه هیچ جنگی رو نمیشه دستنها برد. بعضی جنگ ها رو دو نفری هم نمیشه برد جناب سربان.
تورید شده بود تا عمر داشتم خودم رو مقصر میدونستم. بعضی وقت آدم باید یه دیوونگی هایی بکنه جناب سرورم. درسته، بدون بعضی دیوونگی ها آدم زیادی عاقل میمونه. من میگم یه دیوونگی دیگه هم بکنیم. حالا که 5-6 تاشون موندن همینجا کار رو تمام میکنیم. اون خلبان مطمئنی که نمیتونه فرار کنه؟ اگه بتونه یه سانت جون بخوره پلاکش که از اونا پس گرفتیم خودم دوباره میزنم به سینش. خیلی خوب فراخان، گفتی اسم کوچیکت چیه؟ زبیح قربان. خیلی خوب زبیح، بریم این وضعیه رو تمومش کنیم. بله قربان. دود شدم رفتن هوا. خیلی درد میکنه. بچه ها بر نگشتن؟ هنوز نه. کاکوشان زنده هست؟ پس رفیقا ما چشان شده؟ حتما کشتنشان. اسد! بله. میتونی کاسه سرشو داغون کنی؟ چرا نمیتونم؟ پس بزنش! چه کار میکنی کاک اسد؟ کاکسد میخوام بزنم تو کاسه سرش. هر وقت گفتی میزنم. پس اون خلبان را کجا بیاویم اگه این را بزنیم؟ او را پدر خلبان مردشور هرچی خلبان را ببرم. پس جواب سردار را چی بدیم؟ مگه دیشب تو بیسیم نمیگفت باید همشان را دست بسته ببریم کم؟ اگه نزنمش به سردار چی جواب بدم؟ بگم اون 7-8 تا از بچه های منو لط و پار کرد منم گذاشتم زنده فرار کنه؟ این کجا میتونه فرار کنه؟ جایی نداره بره کاکوشان. میریم دنبالش، از پاک افتاد میگیریمش. اون یکم زنده است؟ هر دوتاشان را میگیریم، کتشان را میبندیم و میبریمشان کم. منم اول همین خیال رو میکردم، برای اینا تکاورن. تکاورن که تکاورن، ما هم پیشمرگیم. اش بگو تکاور داریم تا تکاور. هر کاری که میخواید بکنید به من چسب. چیکار کنم؟ دلان دست نگه دار. ای برای آب را گشتیم کاکه. او یکی که صالح گفت از آب گذشته نیافتیم. دوتاشان که او بره آمد، کدامشان آمده بود ایبار؟ ایجور به چشم آمد. مرد شور و چشاتا ببرن، مرا ببین که با کیا آمدم جنگ. بای، برا ایبار. مثل اینکه هیبت ما رو که دیدن در رفتن. میگم حالا که اونا در رفتن چطور ما میاوشکی در بریم؟ بس چرا شلیک نمی کنن؟ اونجا قایم شدن؟ لایه درخت ها. پس بیاین این طرف جمع سرم. اگه میخواستن تا حالا هر دامونو زده بودن. خلبان حتما اون براشون مهمه. گمونم داره همون چیزی میشه که تو میخواستی. مجبورن دنبالمون بیان. اگه دستشون به خلبانه برسه ما رو زنده نمیذارن. را بیف بریم. دو نفر را بفرست دنبالشون. اگه جای خلبانو پیدا کردن با تیراندازی مشغولش کنم. ما هم از عقب میاییم. شما ها برید. حواستان باشد که نبیننتان. تات.
اون ستام همینجا بمونن. یه بیسیم بزن به کم بگو بیام ببرنشون. ملاعین ملاعین پاشا باید یه خورده بودایی پاشا بیدم حقرها کلاب برو بینا برو بریم جا سلام گوانم کششان بیای برابر همینجا استراحت میکنیم آتشان بهتر نیست استراحت بزنیم برای یه جای دیگه باید مطمئن باشم از همین طرف میان آتشان بشین علی استراحه سیاد نخور دل در میگیری آتشان باش واسه بعد بفرمایید جناب سرور. الکوفه؟ انت الکوفه؟ بله، بله من الکوفه. نگفتم ناکس الکوفه است. بهتره یه خورده عطشان باشی تا بفهمی امام حسین از دست شما چی کشیده. اگه حمل بر فضولی نکنین میخوام بگم من از قضیه برادرتون
هیچی دستگیرم نشد. اون یارو با برادرتون چیکار کرده؟ منم میخوام همین ازش بپرسم. برای شما از کجا مطمئنین که اون چیزی میدونه؟ شاید این همه خطری که میکنین بی نتیجه باشه. اون درست همزمان با برادرم قیبش زد. خودتونم میدونین که این نمیتونه قانع کننده باشه. تا حالا هیچ برات پیش اومده همه تو رو مقصر بدونن و تو حتی ندونی مقصر هستی یا نیستی؟ خب آدم یا مقصر هست یا نیست؟ بعضی وقتا حقیقت به این سادگی ها نیست. گاهی اوقات تو اشتباهی نکردی، ولی از بس همه تو رو به چشم مقصر نگاه میکنن که تو یواش یواش گیج میشی، اطمینان تو از دست میدی. تو جریان انقلاب، موقعی که امام دستور داد ارتشی‌ها برن بین مردم، من که از اون وضع دل خوشی نداشتم، ولی مدتی بود کادر شده بودم، از پادگان فرار کردم و رفتم اصفهان. اما برادرم به این سادگی‌ها نمیتونست تصمیم بگیره. از اون به بعد هر وقت همدیگر میدیدیم اون به من نصیحت میکرد که برگردم، منم سعی میکردم طرز فکر اونو عوض کنم. بعد انقلاب پیروز شد، برگشتم ارتش، من شدم یاوری انقلابی، اون شد یاوری حیران. دچار دودلی و تردید عجیبی شده بود. چند تا از رفقاشو به جرم سرکوب مردم گرفته بودن، یکیشونم اعدام شد. هر بار میرفتم خونش سعی میکردم بهش بفهمونم که این انقلاب چرا اتفاق افتاده تا اون از تردید درش بیارم، ولی اون هیچ وقت چیز مهمی نمیگفت. یه شب از دستش کلافه شدم، یادم رفت که اون منو بزرگ کرده، سرش داد کشیدم. بهش گفتم اگه خودش اصلاح نکنه خیلی زود سر از جریانای ضد انقلاب در میاره. بهش گفتم ارتش شده جزء انقلاب و آدمایی مثل اون هیچ کاری نمیتونن بکنن. همین سردسته ضد انقلابا رو چند بار باهاش دیده بودم. تا توی کارشو که درآوردم فهمیدم زیر پای داداش نشسته. همه اینا رو بهش گفتم، اما داداش یک کلمم حرف نزد، فقط خندید. فردا شبش زنگ زدم که ازش معذرت بخوام، گفتم نیومده، دیگه هم نیومد. شروع کردم دنبالش گشتم، بیمارستانا، پزشک قانونی، زندانا، خونه قوم و خویشا، این طرف، اون طرف، این شهر، اون شهر، اما بیفایده بود. روزا دنبالش میگشتم و شبا خوابشو میدم. نه از زندهش خبری بود، نه از مردهش. خانواده اون، فامیلا و حتی مادرم منو گناهکار می دونستن. می گفتن اگه تو تند نمی رفتی، اون نمی رفت. بعد از 2 سال دیگه نمی دونم مقصر هستم یا نیستم. ممکن آدم از دستی کسی برنج رو باش غر کنه، ولی کسی که با یه انقلاب غر می کنه نباید آدمو با جنبه‌ای باشه. از دیشب تا حالا خیال برم داشته که نکنه پشت سر اینجور آدما کسی مثل داداش ایستاده باشه. اون فرمانده خوبی بود. ما اونو با خودمون میبریم، فقط صبر کنیم بچه ها بیان، هر طور شده میگیریمش. راستی میدونی مصطفی راجع به شما چی خیال میکرد؟ ها، خیال میکرد شما با زنتون اختلاف دارین و نمیتونین هم طلاقش بدین. عین خودش. با زنم؟ من و اون به خاطر این جنگ هنوز حسابی هم دیگر رو ندیدیم تا ببینیم اختلافی داریم یا نه. انگار دارن میرن. من گفتم لایه درخت ها پنهان شدن. عزیز بود خونه ما مفت و مجانی بریزه. اگه میخواستن هم همونو میزدن. بریم دنبالشان. الان خودشان را لایه درخت ها گم میکنن. عجله نکن. چرا چسبیدیم به زمین؟ گفتم عجله نکن کاک مهران. گمانم یه فکرهایی تو سرش بود. کدام فکر کاکوشنگ؟ اون دوتا فکرشان کجا بود؟ این دست اون دست بکنیم جانشان را برداشتن، خودشان را گم کردن. احمق به شور، اگه این چیزها رو نفهمی حق داری. ماره این که چوپون بودی میفهمی؟ چوپون سر 4 تا پاستاره بریدی مهم شدی.
و الا تو اون چاله پوکت به جای مغز پشکل گوسفند ریختم. اصلا نمیفهمه که اگه اونا میخواستن فرار کنن دیگه لازم نبود تیر بندازن. نمیفهمه که باید میذاشتم ما اونوری بریم. اون وقت با اون قیافه نحسش هی داره به من امر و نهی میکنه. مرتی که یه جرم بره خر حسد دو تا از بچه ها رو وردار از اون بر برو تو درخت ها. خاله عثمان بریم. اگه خبری شد علامتتون یه رگبار هوایی باشه. را بیافتید. ما لایق این حرفا بودیم کاکوشان. بعد این همه زحمت مزدمان همینه؟ چوپانی برای شما ننگه؟ برای ما افتخاره. را بیافتیم. بریم کاکا بسپارش به خوم. طیاره. برا برا. درخت چی کار میکنی مرتی که خر؟ حواستو جمع کن. ببخش. بریم. خوشت آمد. ساعدوني لا كس فرارك الجنس أبن مستهب ساعدوني ساعدوني الحقوني ساعدوني 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 بری بلندش کن. بلندشا دخیل کن دخیل کن بلندشا بونی زبی ببرش تو اینو ببر دامنه همون کویی که گرفتیمش. اگه تا یه ساعت بعدش رسیدم که هیچ و الا برو به محل سقوط می. شما چی؟ من میمونم بقیهشونو مشغول کنم. دست پایینو میبندیم و کاری سره میکنیم. اگه نشد چی؟ اون وقت کی اینو میرسه؟ دست من میمونم. تو همش باید با من چونه بزنی. دستورم سرت نمیشه را بیفتی که بلند شو. یلا بلند شو. خاک بحیام خاک بحیام بابتیم حالی بین موجی هسته هسته بزنیم هسته هسته آخشت
نکن و ایلا همینجا میکشمت. بهشون بگو اگه یه قدم دیگه جلو بیان خشابا تو تنت خالی میکنم. بهشون بگو بعدم اونا تیکه تیکت میکنن. اونش اصلا مهم نیست، مهم اینه که اول تو رو میکشم. تو آدم احمقی هستی، چون نمیدونی که برای منم مهم نیست. حالا معلوم میشه. نشونه گیریت هم چه افتضاحه. بعدیشو تو ستون فقراتش میزنم. به خاطر این کارت خودم میکشمت. برید آقا اسد، اونا رو ببر آقا. این دیمونه خیال میکنه اینجوری میتونه فرار کنه. اون نمیتونه جایی ببرتت. من نمیذارم تکون بخوره. اون راست میگه. به نفته که تسلیم بشی. جرأت داره تکون بخوره. تسلیم بشی قول میدم کاری باد نداشته باشن. ما فقط خرابانو میخواییم. همون که گفتم. برید آقا. شب نشده کت بسه میارمش. شنیدی کاک بهرام؟ تو اسد رازیش کن. شتاب نکن آلا، به موقع مغزش خودت داغام میکنی. بیا بریم. دستتو بچاش. خیلی خوب، ما عقب میریم. فقط بهت بگم اگه یه مو از سر اون کم بشه تا اون سر دنیا میام دنبال تو تیکه تیکت میکنم. برین عقب. یا برین از برد. اون بچه ها خیلی واردن. اگه تا شب با تیر نزننت مطمئن باش میخوان نصف شب سرت ببرن بذارن رو سینت. گفتم عقبتر. اون خلبان کمت بود که واسه خودت گوز بالا گوز درست کردی؟ من جایی تو بودم همینجا خلبانو میدادم و جون خودم و رفیقم رو ور میداشتم و هر جهنمی که میخواستم میرفتم. از دیروز صد بار میتونستم با گوله سوراخ سوراخت کنم، ولی نکردم چون زنده میخواستمت. منو زنده میخواستی؟ واسه چی؟ برای اینکه دو ساله دارم دنبال یه نفر میکردم، کسی که قبل از گم شدن زیاد دور ورش میپلکید. جمعه بود؟ برادرم غلام حسین یاوری. یاوری؟ نمیخواد بگی اونو نمیشناسی. اینقدر تو رو با اون دیدم که همچین دروغایی رو باور نمی‌کنم. من خودم مثل کارات مزخرفه. اینم یکی از ایوانی. ولی من همچین کسی رو نمی‌شناسم. را بیاف آقای مختاری. این اسم دیگه از کجا پیدا کردی؟ تو گواهی نامت. برو. یالا. همین الان را افتادن. ما میریم دنبالشان. ها. بگوشم. این دفعه اگه گمشون کنین خودم همتون رو میکشم. تمام.
چون کسی رو نمیشناسم. تو اشتباه میکنی. گفتی اسمش چی بود؟ یاوری؟ گفتم که میزنم. بلند شو وایسا. گفتم بلند شو. میخوایی مرا بکشی؟ لازم باشه میکشم. بلند شو. بلند شو. برو. کار میکنی؟ نزن! نزن! اسد! فرار کن! برو تو درختا! برو تو درختا! بابا! هی! فرار کن! برو! مسخره بازی در رایان. بلند شو. گفتم بلند شو. بلند شو. گفتی از من چی میخوای؟ برادرمو سرگارد یاوری، همونی که قد بلندی داشت. درسته، همونی که سینشو جلو میداد، خیال میکرد خداست. بس اونو میشناسی؟ آره، خیلی خوب هم میشناسم و میدونم الان کدوم قبرستونیه. بگو کجاست، از همینجا برو دنبال کارت. جدی؟ تنها کاری که من دارم جویدن خرخره توه. از کدوم طرف؟ من راجع به تو چیزای زیادی میدونم. وقتی فهمیدم زیر پای برادرم نشستی، تعقیبت کردم، خونتو یاد گرفتم. اما قبل از اینکه از کارت سر در بیارم، فرستادنم ماموریت. وقتی برگشتم پرونده قبل از انقلابتو پیدا کردم. خیلی سیاه بود. راه انداختن چماغدارا، سرکوب تظاهرات مردم، تعقیب سربازای فراری. اینا رو واسه برادرم گفتم. ولی از فرداش اون گم شد. هر کجا که به فکرم رسید دنبالش رفتم. حتی اومدم در خونت. اونجا بود که فهمیدم تو هم تو همون تاریخ گم و گور شدی. دقیقا همینطوره. اون کجاست؟ چرا باید بگم؟ چون پسرمو کشتی؟ پسر تو؟ اگه اسدو نمی کشتی شاید باد کنار می آمدم. ولی حالا دیگه امکان نداره. دشمنی یه آدابی داره که هر کسی باید خوب بلد باشه. اون هر کی بود من از پشت زد. اگه به جای دستم به قلبم زده بود الان مرده بودم. اون دستش لرزی چون من باهات بودم. دفعه پیش درست به هدف میزد. اونو خودم آموزشش داده بودم و به خاطر اون چیزی رو که میخوای بهت نمیگم. نمیگم. چرا؟ ای اونو زنده میکنه؟ زنده نمیکنه. ولی تو رو میکشه. این جانگی تو زندان مجبور بشی بگی. اینقدر زنده نگرت میدارن تا حقیقتو بگی. زندان؟ میشه بگی چجوری میخوای منو ببری زندان؟ برای اینکه خیالت راحت بشه میگم.
ساعت 5 درست پشت اون تپه ها هلیکوپترها میان دنبالمون. جدن با برادر زمین تا آسمون فرق داری. هی فهمه که به تو بگن. تو خیال میکنی رفقای من میذارن پای شما به هلیکوپتر برسه؟ میذارن یه هلیکوپتر جرأت کنه روی زمین بشینه؟ شب که تو سلول تنها موندی خودت به عرضه رفقات میخندی. ولی میتونی بگی برادرم کجاست تا یه جوری با هم کنار بیاد. این حرف آخرته؟ تو اگه بتونی منو با خودت ببری و اگه مجبورن کنن هر چیزی رو که میدونم بهت بگم مطمئن باش این یکیو نمیگم. به حرفش میارم. اون همه چیزو میدونه ولی حاضر نیست یک کلمه هم حرف بزنه. من از کجا میدونستم تو این هیروویر پسرش کشته میشه و اون سر قوز میفته. بهتر نیست این مسئله رو بذاریم برای بعد؟ یواش یواش باید راه بیفتیم. یه چیزی تو دلم داره به هم میگه اگه اینجا چیزی نگفت هیچ وقت زبون باز نمی کنه. معلوم نیست زد انقلابا بذارن پامون به هلیکوپتر برسه. اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن. فقط دو سه تا هستن. کاک مهرام. دارن میان. از اون طرف. بهشان علامت بده. چشم. بلند شو. این از اون جا هست که مرگ و زندگی آدم دست خودشه. کم پیش میاد که مرگ به شور عقیده داشته باشه. تو هم برادرت گم شده اومدی سراغ من؟ بلند شو. بگو برادر جناب سروان کجاست؟ از همینجا برو پی کارت. تو رو نمیشناسم که شفاعتت رو قبول کنم. پات برسه پایگاه دیگه از جناب سروان کاری بر نمیاد. اینجا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من اگه جای اون بودم قید همه چیز میزدم و یه گوله تو ماخت خالی میکردم. عرصه این کارا رو ندارید. تمام جناب سروان. برم کن. اینا از کجا پیداشون شد؟ باید قبل از اینکه محاصرمون کنن را بیافتیم. فکر میکنین میذارن حرکت کنیم؟ را بیافتیم. را بیافتیم گلده تانتر. او یا رحمانتون بلنده؟ بیافتیم. جالبه هلیکوپتر ها نیان. اگر هم بیان پایین نمیان. کور که نیستن. اون همه آدم با RPG و تیربار اونجا هستن. برا برا. گمان هم دارن از پا در میان. دیشب هم نخوابیدن. من اگه جای شما بودم تسلیم میشدم. ارتشی باید همیت داشته باشه. جون شما به اندازه یکی از ملخهای هلیکوپتر هم ارزش نداره. البته مطمئنم اونا نمیان دنبال شما. از الان سعی میکنن یه جوری به فکر مبادله شما با اسرای ما باشن. همین جور دستامان را بذاریم رو دستامان فایده نمی کند. من میگم اینا خیالاتی به سرشان هست. نمیدانم چه خیالاتی. ولی اونجورم که گمان میبردم بی خیال نیستن. من میتونم واسه تو یه کاری بکنم. چه کاری؟ ایفرستمت عراق. برو اونجا عشق دنیا رو بکن. ببینم فقط تو عراق خیرت میره؟ چطوری منتظر بشیم جناب سروان؟ باید راه بریم. انقدر راه برید تا جونتون در بیاد. من میگم تا شو نیامده بهشان حمله ببریم کاک مسعود. از چهار طرف. تا کاکوشنگ سیرشانه این حرف مفته. تکان بخوریم بلا سرش میارن. او تقصیر از خودشا. هر بلایی که ببینه تقصیر از خودشا.
جانشم بداد چم داده. حرفای درشت درشت از دهانت بیرون میریزه، انگار خیال برات داشته. ارزه داشتی چرا همون وقت نشان ندادی؟ این زن شوهر مرده هی غر غر میکنه. ما میگم شوبشا آخر خودشان را گم میکنن. ما میگم عثمان با پای نفر از اولا، عزالدین با پای تو از اینا دورشان را بگیرین تا هوا تاریک بشه. کارشان نکنید تا من بهتان بگم. تو هم محل ما را به کم خبر بده. محاصرمون کنن باز بدتر میشه. یه فکری بکنین سربان. فقط باید صبر کرد. انقدر صبر کنین تا جونتون بالا بیاد. چیکار میکنید؟ برگردین سر جاتون. برگردین وگرنه اینا میکشم. بریم جلو. گفتم بریم گمشین. برگردین. اگه محاصرمون کنن هلیکوپترها نمیتونن بشینن. اونا باید برگردن. برگردین. بس کن. وقتشه که تسلیم بشید. تو دیگه خفه شو. چند تا فشنگری؟ 5-6 تا. پس بهتره تحریکشون نکنی. بریم تو اون تنگه. بچه داری؟ یه دختر 1 ساله. خوبه؟ اگه میدونستم اینطوری میشه زودتر شوهرش میدادم. به به. فکر میکنی این آخرش چی بشه سروان؟ خودت چی فکر میکنی؟ به نظرم انتظار میکشیم. میگیم الان هلیکوپتر هم میان، یه دقیقه دیگه میان، بعد شب میشه، هر دومون خوابمون میبره. یه موقع بیدار میشیم و میبینیم خرخرمون میسوزه. ما زنده بر نمیگردیم. برای من میگم صبر میکنیم. یه دفعه یه صدایی به گوشمون میرسه. اول نمیفهمیم صدا از کدوم طرف میاد. بعد میبینیم از پشت اون تپه هاست. یه دفعه سر و کله هلیکوپترا پیدا میشه. اون وقت من میدونم. و این به همین خیال باش. درست میگفتیم، انگار بچه ها نزدیکن. مواظب باش، ممکنه تیراندازی کنن. یعنی امیدی هست سروان؟ تسلیم بشید. اگه تسلیم بشید شاید تو کم یه چیزایی راجع به برادرت بهت بگم. اگه الان بگی میذارم. اگه با هم بیای شاید ترتیب ملاقاتتو بده. بریم جلو سروان. اون کجاست؟ چون همه چیزا میگم. اون با شماست؟ شاید. شاید. برو میفرستم به شما. اون هیچی نمیدونه. برخوش چرا؟ تو دروغ میگی. کسی که میدونه اون کجاست و میتونه بهت کمک کنه منم. بعدم میتونه همیشه بهتون بگه. یا الان یا هیچ وقت.
دشمن اقدام کنند و نیروهای تکاورم برای مقابله با ضد انقلاب و نجات سروان و همراهانش وارد عمل بشن. دلم میخواد مثل همیشه گل بکاریم بچه ها. موفق باشید. تمام. همینجا منتظر میشیم. گفتم خیالاتی تو سرشان ها؟ خفه شو. هم تماس بگیر، ازشان بپرس حالا چه کار باید کرد؟ الو پوشش آتش ما نمیتوانیم کاری بکنیم، برای که پوشن را هم با خودشان میبرن. چه دستوری میدید؟ همه شان را خوربن؟ کاکوشنگ با آشانه، پس او را چه کار کنیم؟ با نفس آخر مبارزه کنید. اگه خواستن سوار بشن همه شونو بکشین، حتی کاکوشنگو. دنبال ما بیایید. دیگه الان
اما تو رو میکشم بی شرفا. دارن میان. بریم بالا. گلا را بیافت. دیگه کار تو تمومه. تو کنجگیرشان انداختم کاک مسعود. رو جلو. گفتم برو جلو. ما برای کار دیگه آمدم. با رئیس هم کار دارم. میدانم با تو چه کار کنم. کاک بهرام، منم کاک هوشنگ، اشتباهی نزنی. یکی یکی بفرستشون بیان. تیراندازی میکنن. ای بی نداره، مجبوریم. پس من دستشون رو باز میکنم. شدری بیسون. برو. انا طیار عراقی، انا طیار عراقی، دیرو بالکم لا ترمونی، دا تسمعونی؟ لا ترموني ديروا بالكم انا طيار عراقي لا ترموني تسمعوني ديروا بالكم لا ترموني واحد منهم يريد يرميكم والثاني ما عنده عتاد اخرج لي كلاب حقراء اولاد الحرام ليش رميتوني ليش رميتوني مو قلت لكم انا طيار عراقي ليش رميتوني كلاب فقراء بعد خمس سنين ما فقراء كلاب مو قلت لكم انا طيار عراقي ليش رميتوني ليش رميتوني قلت لكم انا طيار عراقي كاك بهرام انا ام كاك هوشنگ تيراندازي نكنيد اي منم میخواست ما رو گیر بندازیم اونو کشتم.